سر خط خبرها. جان باختن 113 نفر دیگر بر اثر کرونا در ایران. دولت میگوید به کم درآمدها و کسب و کارها کمک مالی میکند. آغاز قرنطینه سراسری در فرانسه و اسپانیا. بریتانیا از خودروسازان خواست دستگاه تنفس تولید کند. هرج و مرج در فرودگاه‌های آمریکا از ترس کرونا. مسافرانی که از اروپا می‌آیند باید آزمایش بدهند. و اختلاف دولت و مجلس افغانستان بر سر شمار مبتلایان کرونا. وزیر صحت عامه اتهام پنهانکاری را رد کرد. سلام، عصر یکشنبه‌تون بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری در 25 اسفند برابر با 15 مارس. من پریزاد نوبخت هستم. دولت ایران میگوید خانواده‌های کم درآمد و کسانی که به خاطر شیوع ویروس کرونا ضرر کردند کمک مالی دریافت می‌کنند. رئیس جمهوری تاکید کرده که نیازهای بهداشتی، درمانی و غذایی مردم تامین است و جایی قرنطینه نمی‌شود. در همین حال برگزاری دور دوم انتخابات مجلس 5 ماه به تعویق افتاده. طبق آمار وزارت بهداشت از دیروز بیش از 1200 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و 113 نفر دیگر جان باختند. فرینه آسمی گزارش می‌دهد. جلسه مشترک ستاد اقتصادی دولت و فعالان اقتصادی. نتیجه اینکه خبری از قرنطینه نخواهد بود. اینکه شایع شده که در تهران یا در بعضی از شهرها برخی از فروشگاه‌ها، برخی از مشاغل دارای قرنطینه قرار می‌گیرن، یه همچون چیزی اصلاً وجود نداره و نه امروز قرنطینه است، نه در ایام عید نوروز قرنطینه است. مسئله که در جلسه شورای شهر تهران هم مطرح شد. پیروز هناچی، شهردار تهران، میگوید در شرایط عادی اقتصادی شاید امکان قرنطینه بود، اما در حال حاضر امکان اجرای پلن‌های بعدی قرنطینه مثل تامین مایحتاج و جبران خسارت وجود ندارد. شیوع کرونا بر اقتصاد ایران هم مثل اقتصاد جهان تاثیر گذاشته. حالا دولت میگوید مردم میتوانند پرداخت هزینه آب، برق، گاز و عوارض شهرداری در 3 ماه آینده را به تعویق بیاندازند. به هر یک از اینها از 200,000 تا 600,000 تومان در 4 مرحله به صورت بلاعوض، به صورت یک بسته حمایتی ویژه که ناشی از شرایط ویژه کرونا هست پرداخت بکنیم. صاحبان چک‌های برگشتی هم با کمک بانک‌ها فرصت بیشتری خواهند داشت. اما خبرگزاری ایسنا گزارش داده که بعضی از بانک‌ها اقساط وام‌ها یا چک‌ها را از حساب اشخاص برداشت کرده و از تصمیم جدید در این باره خبر نداشتند. هستند مسئولانی که خود منتقد نحوه مقابله حکومت با شیوع کرونا هستند. زمان قابل توجهی رو ما با تعارفات معمول در مدیریت در واقع مداخله‌مون انجام دادیم. به نظر می‌رسه که هیچ وحدت رویه‌ای واقعا به صورت راهبردی وجود نداشت که بالاخره ما با تجربه و کسب تجربه از کشورهایی که در خط اول توفیقات فراوانی داشتن ما حداقل از اونها اقتباس بکنیم. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت 13,938 نفر تا به حال در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. 724 نفر جان باختند و 4,590 نفر هم بهبود پیدا کردند. منابع بیمارستانی و بعضی از نمایندگان مجلس اما میگویند آمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر از این است. حالا استان کردستان به مرحله افزایش شیوع ویروس کرونا نزدیک شده. معاون دانشگاه علوم پزشکی این استان گفته در هفته‌های آینده افراد زیادی در کردستان به این ویروس مبتلا خواهند شد. همزمان با شیوع کرونا در ایران و نبود اطلاع رسانی درست، هر روز به تعداد افرادی که به خاطر ترس از ابتلا به کرونا به مصرف الکل صنعتی پناه میبرند افزایش پیدا میکند. خوزستان بیشترین موارد مسمومیت با الکل را دارد. دست کم 612 نفر مسموم شده و 49 نفر در این استان جان خود را از دست دادند. استان فارس در مقام دوم است. دست کم 264 نفر مسموم شده و 31 نفر جان باختند و در اردبیل حداقل 100 نفر مسموم شده و 13 نفر جان باختند. کردستان هم در مقام 4 است با حداقل 18 مورد مسمومیت و 6 فوتی.
سلام، امروز 25 اسفند 98 هست. یکی از خیابان‌های تبریز توانیر ولی است. بسیار از مردم برای خرید مایحتاج روزانه چاره جز خرید از فروشگاه ها ندارند. خرید آنلاین برای همه امکان پذیر نیست. این روزها همه مقام‌های دولتی و بهداشتی به مردم توصیه می‌کنند در خانه بمانند. اما آنطور که رئیس جمهوری گفته، نه ساعت کار کم شده، نه ادارات تعطیل شده و نه کارگران روزمزد و قشرهای کم درآمد می‌توانند سر کار خود حاضر نشوند. از دست دادن یک روز کاری برای بعضی از مردم گران تمام می شود. اما هنوز هم هستند کسانی در بیمارستان های مثل اینجا دسفول که به رغم همه سختی ها روحیه خوبی دارند و به دیگران روحیه می دهند. فرین آسمی، بی بی سی. دکتر مسعود افتخاری، روانشناس از استکهلم سوئد با ما هستند. آقای دکتر، خوش آمدید به برنامه. اگر میشه اول توضیح بدید در مورد این وحشت عمومی که ایجاد شده. خب در کشورهای مختلف یه سری زیاد خرید میکنن، یه جایی خبری بود از آتش سوزی مرکز مراقبت. چرا اینطوریه و چطور میشه این وحشت عمومی رو کنترل کرد؟ عرض کنم که این یک حالت بحرانی بی مورد ایجاد شده. نباید زیاد هم از این ویروس ترسید. ما یه جدال جهانی با این ویروس داریم. این ویروس به زودی کنترل خواهد شد. در چین متوقف شده به مقدار خیلی زیادی. خوبه که هموطنان ما بدونن که این ویروس در هوای آزاد طول عمر بسیار کوتاهی داره. اگر چنین نبود میبایست که تک تک افراد جامعه بهش مبتلا میشد. اون چی که ما الان نیاز داریم و به نظر میاد در ایران نیست، رفتار همسو، روشمند و علمی مردم هست با این ماجرا، یعنی یک رفتاری یکسان با این قضیه. مراجعه به مراکز پزشکی اساساً ضرورتی نداره. تماس ها رو میباید پایین آورد، تهویه هوا، ایزوله شدن، قرنطینه و مجموعه راهکارهایی که تا به الان به وفور مطرح شده. بنابراین هیچ گونه موردی برای این حالت بحران روحی که جامعه رو داره آسیب میرسونه وجود نداره. در این رابطه قشری از جامعه آسیب پذیرتره و اون بیماران روانی هستن که قبل از این بحران یک آسیب پذیر پایه رو دارن و تحت درمان هستن. باید به شدت مراقب اینها بود. گروه بعدی که در برنامه های قبلی بهش اشاره کنم، مجددن تاکید میکنم، زندانیان ایران هستن که باید بلافاصله آزاد بشن که نمیشه مراقبت کرد از زندان ها. ما حتی امکان بهداشتی نگه داشتن مرکز بهداشتیمون رو نداریم. قطعاً زندان ها رو نمیتونیم کنترل. اما اون چی که مربوط میشه به این بار سنگین روحی روانی که امروز جامعه تحمل میکنه، بخشش برمیگرده به یک رفتار وسواس آمیزی که معمولا بخشی از این بحران هاست اما کاملا غیر ضروری است. آقای دکتر، اگر به هر تک تک افراد نگاه کنیم، من خب خودم هم دور و بر میبینم، مثلا کسی احساس میکنه که مثلا گلوش میخاره حتما کرونا است، یا مثلا یه خورده احساس گرما میکنه حتما کرونا است و خیلی نگران میشن و نمیدونن که چیکار بکنن. به صورت شخصی چطور میشه این رفتار رو کنترل کرد؟ عرض کنم که هر سرماخوردگی معمولی میتونه شبیه کرونا باشه. این ویروس همه رو هم مریض نمیکنه به شکلی که داده های پاتولوژیک پیدا بکنه، همه رو هم نمیکشه. بنابراین با هر علائم کوچیک نباید تردید کرد یا ترسید که با کرونا مبتلا شدیم. در این حال خوبه که انکار نکنیم، این موضوع رو دست کم نگیریم. اما هر عدسه، هر سرفه، هر تبی، هر گونه مشکلات دستگاه تمرین عملی آیا هست که مثلا آدم بخواد خودش با خودش تمرین بکنه که به خودش اعتماد به نفس بده که حالا ممکنه این کرونا نباشه، یا هرچه یه راهکاری هست، تمرینی؟ بله، عرض کنم باید به این توجه داشت. مهمتر از همه این که به هر حال یک ویروسه. ویروس ها یک گروه مشترک با رفتار مشترکی هستن از نظر بیماری‌زایی که طول عمر کوتاهی در هوای آزاد دارن. بنابراین بر در دیوارهای ما همه جا که این ویروس نیست، چون چند ساعتی که اگه نکنه وارد بدن انسان یا ارگانیسم دیگه بشه خواهد مرد. اما اگر چنین بهش نگاه بکنیم، اون وقت سطح بحران رو به احتمال زیاد به مدار واقعی میبینیم. هر فرد این باید توجه داشته باشه که مراقبت بکنه از خودش. ترس و وحشتی که این بحران ایجاد میکنه خودش استراب و بالا میبره. استراب دستگاه تنفسی رو اصطلاحاً دچار افسردگی یا دپرشن میکنه، یعنی امکان اکسیژن رو کمتر میکنه. متشکرم از شما دکتر مسعود افتخاری، روانشناس از سوئد با ما. ممنونم.
سیامک محیط‌زاده همکارم هم اینجا در استودیو با ماست. سیامک، خب تو شبکه‌های اجتماعی رو نگاه کردی، مردم درباره این حالت وحشت‌زده در کشورهای مختلف که حالا قفسه‌های خرید خالی شده یا کلا این ترس عمومی چه نوشتن؟ آره، خب این پدیده تو همه کشورهایی که تقریبا درگیر کرونا شدن دیده میشه، از استرالیا بگیر آمریکا، لندن، خودمون میبینیم که چند روز این اتفاق افتاده و قفسه‌ها تقریبا خالیه تو فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ. چیزی که خیلی داره مطرح میشه یکی این که چه کاربرای فارسی زبان چه غیر فارسی زبان دارن نگرانیشون رو اعلام میکنن از اینکه خب این هجوم مردم و ازدحام جمعیت توی این فروشگاه خودش یک کانون انتقال این ویروس خواهد بود و خب مردم با این کارشون در واقع دارن کمک میکنن که این انتقال سریعتر صورت بگیره و از بابت این ابراز نگرانی میکنن، میگن که اگه خون سرد باشن دست نگه دارن میتونن کمک بکنن که این اتفاق نیفته. و عده دیگه هم میگن که خب مردم فکر میکنن قرنطینه رو با قحطی اشتباه گرفتن، قرار نیست چیزی کم بشه، قرار نیستش که مواد اولیه‌شون، مواردی که لازم دارن کم بشه، قراره تو خونه بمونن در صورت نیاز بیان خرید بکنن، اون مایحتاجشون تامین خواهد شد، فقط اگر قرار باشه که تأمین بکنن باید از خونه بیان بیرون و این ابراز نگرانی ها رو کردن. خیلی خب نگرانن که مثلا ضعیف بشن نتونن بیان بیرون و اینها که شروع کردن به خرید و انبار کردن. دقیقاً مواردی رو که دارن اشاره میکنن خب نکته همینه، مثلا کاربرای فارسی زبان دارن اتفاقی که تو ایران افتاده با کشورهای اروپایی مثل انگلیس و آمریکا دارن مقایسه میکنن، بریتانیا و آمریکا دارن مقایسه میکنن، میگن مردم ایران توی سالهای گذشته توی این 40 سال اخیر حداقل با انواع نگرانی‌های اقتصادی و نابسامانی اقتصادی و تورم‌های دو رقمی و افزایش‌های ناگهانی و یک شبه کالاها و اینا روبرو بودن، بنابراین الان ترس مردم شاید یک کمی طبیعی‌تر باشه تا مردمی که توی جایی زندگی میکنن که سیستم اقتصادی تثبیت شده ای داره و نگرانی های اولیه اقتصادی ندارن. ولی میبینیم که نه، شاید مردم کشورهای مثل بریتانیا دارن رفتاری غیر متعارف‌تر نشون میدن، این نظر کاربرانه و در واقع بعضی اشاره میکنن که خب نه، این یه روند خیلی طبیعیه، ما مردم میدونن که ممکنه دو هفته از خونه نیان بیرون ده. پس بنابراین مایحتاج دو هفتهشون رو میخرن به جای که روزانه بیان خرید بکنن، دو هفته رو میخرن میبرن میذارن خونه، این یه چیز خیلی طبیعیه، اصلا پنیک نیست و ترس نیست و اینها. و تعداد دیگه هم میگن خب این روند خرید باعث میشه اون کسایی که نمیتونن برای دو هفته یک جا خرید بکنن، وقتی میان در هر دو روز یه بار حداقل خرید بکنن، با قفسه‌های خالی روبرو میشن و اون مایحتاج روزانه‌شون رو نمیتونن تهیه بکنن، بهتره که همون سرد باشن و دست نگه دارن. این اتفاق چیز عجیبی نیست و به هر حال این روزا میگذره. متشکرم از شما. ممنونم سیامک. سیامک محیط‌زاده توضیح میداد. برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در فرانسه و اسپانیا از امروز محدودیت شدید تردد و تجمع برقرار شده. دولت بریتانیا هم از شرکت‌های خودروسازیش خواسته که دستگاه‌های تنفس برای بیماران تولید کنند. در آمریکا بزرگترین شرکت هواپیمایی این کشور 75% پروازهای بین‌المللیش را کاهش داده. فرهام قبادی نگاهی کرده به شیوع کرونا در جهان. خداحافظی این رستوراندار با آخرین مشتریانش قبل از قرنطینه عمومی در فرانسه، کشوری که به کافه ها و رستوران هایش شهرت دارد، حالا به خاطر ویروس کرونا چراغ کسب و کار در آن خاموش می شود. درهای تمام اماکن تفریحی و مغازه ها به استثنای فروشگاه های اقلام ضروری از امروز به روی 67 میلیون فرانسوی بسته شد. اینجا در پاریس گردشگران به جای پورتری مونالیزا با درهای بسته موزه لوف روبرو شدند. اقدام فرانسه به دلیل دو برابر شدن تعداد مبتلایان به کرونا در طی 3 روز اخیر بود. علیرغم شیوع سریع این ویروس، انتخابات محلی امروز در سراسر فرانسه برگزار می شود، با تدابیر بهداشتی و حفظ فاصله رای دهندگان از هم. برگزاری انتخابات تصمیم ضد و نقیضیه. حتی اگر همه اقدامات احتیاطی هم لازم بشه، بازم هزاران نفر در مکانی نسبتاً محدود از کنار هم میگذرن. بعد از اونور تمام کافه ها، رستوران ها و مکان های تفریحی رو بستن. غیر منطقیه، غیر قابل درکه. و اینجا مادرید، پایتخت اسپانیا، دومین شهر بزرگ اتحادیه اروپا، حالا در اولین روز قرنطینه عمومی به شهر ارواح تبدیل شده. خروج از خانه مگر برای رفتن به سر کار، مداوا یا خرید مایحتاج ممنوع است. پلیس به شهروندان تذکر می‌دهد که به خانه برگردند. اسپانیا بعد از ایتالیا دومین کشور اروپایی است که بیشترین آسیب را از کرونا دیده. حدود 200 مبتلا جان باختند. و واتیکان،
مرکز کلیسای کاتولیک‌های جهان اعلام کرده مراسم عید پاک ماه آینده بدون اجتماع برگزار می‌شود. مراسمی که هر سال در این میدان ده‌ها هزار نفر در آن شرکت می‌کردند، امسال باید پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان را اینترنتی و پای تلویزیون ببینند. بریتانیا گفته به زودی افراد بالای 70 سال برای مدتی طولانی باید در خانه بمانند برای مسون ماندن از کرونا. اما هنوز زمان اجرای این قانون مشخص نیست. دولت امروز از کارخانه‌های خصوصی به ویژه کارخانه‌های خودروسازی خواست تا دستگاه تنفس برای بیمارستان‌ها تولید کنند. بعضی میگن ما باید بیمارستان بسازیم، اما دیدیم خیلی از هتل‌ها خالی‌اند. پس اینها اماکن حاضر آماده‌ای هستند برای بستری کردن و مراقبت از مردم. اما مسئله حیاتی اکسیژن و امکانات تنفسیه، چه دستگاه مکانیکی تنفس باشه و چه ماسک صورت. در آمریکا شرکت هواپیمایی امریکن 75% پروازهای بین المللی خود را کاهش می‌دهد. امریکن که بزرگترین شرکت هواپیمایی آمریکاست، از فردا حدود 135 هواپیمایش زمینگیر می‌شوند. در حالی که آمار جان باختگان بر اثر کرونا در جهان به حدود 6000 نفر می‌رسد، در اردن یک طراح با الهام از این ویروس خطرناک ماسک‌های براق خلق کرده. میگوید برای تشویق مردم به زدن ماسک برای جلوگیری از شیوع کرونا است. پرهام قبادی، بی بی سی. تصمیم دولت آمریکا برای محدود کردن پروازها از اروپا باعث شده مسافران ساعت‌ها در فرودگاه‌ها معطل بمانند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا دستور داده برای شناسایی مبتلایان هر کس که از کشورهای اروپایی می‌آید آزمایش شود. همکارم سام فرزانه از واشنگتن با ماست. سام، به نظر خیلی همهمه شده در فرودگاه‌های آمریکا به خاطر اینکه مسافران صف‌های طولانی کشیدن برای اینکه آزمایش بشن. همینطوری، یعنی بجز اینکه باید پاسپورت اونها، گذرنامه اونها بررسی بشه، حالا باید سابقه های بیماریشون، اینکه پیش از اینکه از مبدأی که حالا پرواز کردن و به آمریکا اومدن مشخص بشه که قبلا کجا بودن، چه علائمی دارن، مثلا دمای بدنشون رو بسنجن. اینها همه وقت میبره و گویا خیلی فرودگاه ها آماده نبودن و میدونیم که این اتفاقا در فرودگاه به دولت فدرال مربوط میشه و نه به دولت های ایالتی که به هر حال اون فرودگاه در یک ایالتی قرار داره دیگه. اینها به همین دلیل باعث شده که یک ازدحام بسیار زیادی شکل بگیره، مخصوصا در دو فرودگاه، یکی در شیکاگو یکی در دالاس در ایالت تگزاس، و افراد ساعت ها اونجا منتظر شدن در کنار هم ایستاده در صفایی که خودش میتونه محلی باشه برای رد و بدل کردن انواع ویروس از جمله همین ویروس کرونا. و این بسیاری انتقاد کردن که این چه وضعیه. یکی از مهمترین انتقادها شاید از فرماندار ایالت ایلینوی بوده که با تندی در توییتر خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نوشته که از اونجایی که مثل اینکه جز توییتر جای دیگر رو نمیخونی بهتری که بیاید، و این حالا در مؤدبانه ترین و ترجمه شاید بشود گفت که مثلا این گندی که زدید رو بیاید اینجا جمع بکنید در فرودگاه و باید زودتر تکلیف مردم روشن بشه. سام، اگه به زندگی عادی مردم، هر روزه مردم، اگه بخوایم نگاه بکنیم، وضعیت چطوره؟ مدرسه ها، ورزشگاه ها، کنسرت ها، اینا یا مختل شده؟ بستگی به جایی داره که توش هستید. شما ممکنه بعضی از مدارس در بعضی از مناطق تعطیل شدن، در بعضی از مناطق تعطیل نشدن، حتی در ایالت هایی که مثلا مثل ایالت کالیفرنیا من داشتم نگاه میکردم دیدم که منطقه یک مثلا لس آنجلس تعطیل شده بود، منطقه سان دیگو تعطیل شده بود، اون وسط مثلا منطقه اورنج کانتی اون تعطیل نشده بود، دست کم تا جمعه که من نگاه میکردم به این ماجرا. اینا بستگی داره به محلی که افراد هستن، اما خیلی از ایالت ها، خیلی از شهرها اومدن تجمع بیش از 200 نفر، بیش از 500 نفر اینها رو ممنوع کردن. برای همین خیلی از تئاترها تعطیل شدن، سینماها تعطیل شدن، حتی برنامه‌های
برنامه‌های تلویزیونی، برنامه‌های رادیویی که با حضور مخاطب ضبط می‌شدن، اونها هم الان بدون مخاطب دارن ضبط میشن. یه برنامه رادیویی طنز هست که مثلا برنامه مشابه صبح جمعه با شما در ایران بود یک زمان، اینها الان بدون مخاطب دارن برگزار میشن و حتی صدای اونها وقتی گوش میکنید میبینید که متفاوت دیگه، نه کسی خنده‌ای میکنه، نه کسی دستی میزنه و یک مقدار عجیب شده. ورزشگاه‌ها تعطیل شدن، بسیاری از لیگ‌های ورزش‌های حرفه‌ای در آمریکا مثل بسکتبال اینها تعطیل شدن و گفتن حالا فعلا ما تعطیل میمونیم تا ببینیم که به کجا میرسیم. ممنونم از حسام فرزانه از واشنگتن. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در پی گسترش کرونا در ایران، دولت گفته به مردم کم درآمد و کسب و کارهایی که ضرر کردند کمک مالی میکند. از امروز در اسپانیا و فرانسه محدودیت شدید رفت و آمد اجرا میشود. در افغانستان با ثبت 5 مورد جدید، تعداد مبتلاها به ویروس کرونا به 16 نفر رسید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تا به حال از 206 نفر که مشکوک به داشتن ویروس کرونا بودند آزمایش گرفته. بیشتر آنها از ایران برگشته بودند. مجلس نمایندگان افغانستان وزیران صحت عامه، سرحدات، خارجه و مهاجرین را برای توضیح درباره شیوع کرونا در این کشور و برنامه‌های مقابله با آنها فراخواند. حبیب الرحمن پدرام عضو مجلس نمایندگان کابل با ما هستند. آقای پدرام، خوش آمدید به برنامه. این اختلاف آماری که هست از تعداد مبتلایان، این از کجا میاد؟ درود بر شما. اختلاف آمار متاسفانه از آنجا سرچشمه میگیره که تعداد ورود مهاجرین از ایران به افغانستان بسیار فراوانه. مثلا در همین 6 روز گذشته بالغ بر 50,000 نفر از مرز دوقارون ایران وارد اسلام قلعه افغانستان و سپس هرات شدند. هر روز از مرز هرات و زرنج بالغ بر 15,000 نفر از ایران وارد افغانستان میشن، یعنی 10,000 نفر در روزهای گذشته وارد افغانستان شدن، ولی تا کنون فقط 16 مورد مثبت کرونا ثبت شده. این در حالیه که شما میدانین در ایران چه قیامت و ولوایی نسبت به کرونا وجود داره. بنابراین شک و تردیدها بسیار فراوانه که چطور امکان داره از میان 10,000 نفری که در روزهای گذشته از ایران مصیبت زده کرونا وارد افغانستان شدن، چطور امکان داره که فقط 16 مورد کرونا داشته باشه؟ خب چرا دولت مرز رو نمیبنده؟ ببینین، بستن مرز چاره کار نیست. اولی که خلاف قانون است، خلاف قانون اساسی است. هیچ کس نمیتونه که مردم از ورود به کشورشان بدون حکم محکمه باز داره. بعدش ما در ایران بالغ بر 2 میلیون مهاجر داریم. اینا بالاخره حق دارن به کشورشان به هر دلیلی بازگردن. بستن مرزها چاره کار نیست با این حجم بسیار وسیع مهاجری که ما در ایران داریم. اصل حرف در اینجاست که همونطوری که امروز وزیر صحت یا بهداشت در مجلس نمایندگان گفت که ما فقط 206 مورد داریم، البته او کلمه 300 را استفاده کرد، گفت از 306 موردی که ما تست گرفتیم 16 مورد مثبت بوده. یعنی چی؟ یعنی اگر قرار باشه که از 3,000 نفر یا بالفرض مثال 30,000 نفر یا 300,000 نفر تست بگیرن، قطعا این آمار بالاتر از هزاران میره. بنابراین آماری که وزارت صحت عامه و حکومت مرکزی نشر کرده مورد پذیرش ما نیست و قطعا آمار از این فراوان تره. آقای پدرام، اگر میشه خیلی کوتاه توضیح بدین که جلسه امروز پرسش و پاسخ که با 4 تا وزیر در مجلس برگزار شد چه نتیجه ای داشت؟ با 5 تا وزیر برگزار شد، با 5 وزارت. خب متاسفانه در افغانستان قوه اجرایی تقریبا همه کارهای دولت رو انجام میده. ما در افغانستان کلیت حکومت دولت میگیم برخلاف ایران، و متاسفانه چندان جوابگویی نسبت به قوه مقننه و نهادهای ناظر دیگری که در کشور وجود داره چندان جوابگویی وجود نداره.
نمایندگان مجلس بسیار نگران نسبت به وضعیت موجود و پرسش‌های خود با آشفتگی و نگرانی مطرح کردند. وزارت صحت با خاطر جمعی صحبت میکرد که مشکل نیست، همه چیز تحت کنترله، ولی صحبت‌های وزیر صحت قطعا مورد پذیرش نمایندگان مجلس نبود. متشکرم از شما حبیب الرحمن پدرام، عضو مجلس نمایندگان از کابل. وزیر دولت در امور صلح افغانستان میگوید که فهرست هیئت گفتگو کننده دولت با گروه طالبان نهایی شده و این مذاکرات در آینده نزدیک آغاز میشود. سلام رحیمی در گفتگوی با بی بی سی تاکید کرده که طالبان باید به تعهداتش در موافقتنامه صلح با آمریکا پایبند بماند. طالبان رهایی 5000 زندانیش را پیش شرط آغاز مذاکرات بین الافغانی میداند. آقای رحیمی اما میگوید آزادی همزمان این تعداد زندانی ممکن نیست. بله، از طرف ما جریان کاملا ادامه داره و آمادگی ها گرفته شده، کار جریان داره، پیشتر گفتم. ولی اینکه چرا دیروز به شرط طالبان مفهومش چیست؟ یعنی اگه بگوین که یک تعداد زندانی ها امروز آزاد میشه، اونا میگن ما قبول نداریم، نگاهشان کنید زندان، این به شرط زیاد مفهوم نداره. اونا میگن که 5000 یک جای آزاد شوه. 5000 یک جای آزاد شده نمیتونه. و سوال این که چرا دیروز آزاد نشد؟ بخشی از اونا فرمانم صادر شده بود. چرا دیروز آزاد نشده؟ دیگه مسائل هم بود که باید مذاکرات هم شروع میشد و همه پروسه یک جایی پیش میرفت و در همه پروسه یک کمک تاخیر آمده و این چیز عادی است. دیتو مسائل پیچیده همیشه یک روز و دو روز و چند روز پس پیش میشه. با این حساب اولین گروه از زندانی های طالبان بر اساس مکانیزمی که خود آقای غنی مطرح کرده کی آزاد میشن؟ میتونه در ظرف روزهای آینده باشه، از طرف ما مانعی نداره، میتونه در داخل از هفته یک تعداد زندانی آزاد شوه، ولی لازم است که طرف مقابل هم به عین طریقه پیش بره در پروسه و کار همه یک جای پیش بره. آقای رحیم، یک موضوعی بسیار جدی بحث هیئت مذاکره کننده است. خیلی ها در افغانستان حالا منتظر میبینه که کار این هیئت تشکیلش به کجا رسیده. تازه ترین خبرها در رابطه با هیئت گفتگو کننده و مذاکره کننده دولت افغانستان با گروه طالبان چی است؟ چه چیزای تازه فعلا جریان داره؟ هیئت لیستش تکمیل شده، 15 نفر هستن، 20 زنا در حضور داره و بسیار چیزای کم مانده که شاید امروز تا شام یا فردا کاملا هیئت نهایی باشه که بتونه برد. و چند نفر از اعضای این هیئت عضو دولت فعلی است، یعنی عضو دولت آقای غنی، چند نفرشان هست؟ بسیار محدود. چند نفر؟ شاید 10% بیشتر نباشه. اگر طالبان سهمی خواسته باشند، بخواهند که میخواهند دولت افغانستان هیئت مذاکره کنند، تا چه اندازه با اونا پیش میرن؟ تا چه اندازه امکان داره که بگویند که از این به بعد دیگه جای مذاکره وجود نداره با طالبان؟ یکی صلاحیت تیم مذاکره است. پیش از رفتن به رزوا حدود تعیین میشه مطابق اجندا. برشان میگه روی امی موضوع شما گپ میزنین، تا این اندازه صلاحیت دارین که موافقه کنین. اگه بیشتر از او بود یا بیرون از او هیته بود، پس دوباره بیاین باز صلاحیت بیشتر بگیرین یا گزارش بدین و نظر دوباره بگیرین از اینجا. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از اینکه پای تماشای تلویزیون فارسی بی بی سی نشستید.